دوستان حالتون خوبه؟ ایک هفه یا هفنتلیش یا امیدوارم که آره بریم به سراغ بوگن نو دفترچه نو با قدرت آغاز میکنیم دفترچه 9 رو یکی از دوستان به من گفته بود این سیگنال هایی که شما میدید خیلی کمک میکنه مسلما همینطور هست شما قرار نیست کل این مطالب رو واقعا دونه بدون همه کلماتشو رو بفهمید تا بتونید امتحان قبول بشید این یه نکته واقعا خیلی مهم هست که رعایت کنید کلیات رو بفهمید وارد جزئیات کلمه همه رو بفهمید نه حالا هر کس هم دوست داره مسلما میتونه بفهمه ولی خب به هر حال هر کس هم زبانش خیلی هم خوب باشه حالا فرض کنیم دانشگاه هم رفته باشه نیاز به سه هفته چهار هفته وقت داره زمان داره که این پرسش ها رو انجام بده تمرین کنه کسی هم که زبانش حالا سطح B1 هست دیگه مسلما با این ویدیو میتونه در حد در عرض یک ماه یک ماه و نیم مدام باید کار کنید هر روز یادداشتم بردارید هر روز هم کار کنید تستام که توی سایت هست بزنید حتماً حتماً حتما موفق میشید چی کار باید بکنیم اینجا حواستون به چی باشه اینجا که قبلا چندین بار گفتم اینجا وارمیتلیش آن هست یعنی این چهارتا میزنه باید حواستون باشه با شخیت کش فینیش کایت سال آ میگه گزینه آ میگه تا مادامی که اتوبوس هنوز داره راه میره هنوز داره یواش میره هنوز کامل وای نساده سبقت نگیریم که این درسته نباید سبقت گرفت گزینه بی میگه یعنی در واقع میگه سبقت بگیرید حتی اگر وقتی که داره یک کم امرا میره گزینه سه هم میگه که شخیت خیلی آهسته اصلا این سیگنالش شخیت کش هست که باید بدونید اینجا هم که بارها گفتم چط... باید حواستون به چی باشه باید چطوری رفتار کنید باید فواصل کناری رو را رعایت را کنید زایت نابشتان اینجا سیگنال هست یه سیگنال که اینجا میده هوپن معمولا بوغ زدن هوپن ایس... نیش گود خوب نیست ببینید اینجا دس فوس می موفا دوش هوپن آفوردن آفتن و یعنی این فرد که موفا دستشه اون موتورگازی مثلا بوغ بزنید که بره این ور بره توی گیوگ این ور. خب این کار رو نمی کنید مسلمان بوخ زدن نه فورزیشتگ لینکس فور بای فاقن. یعنی حواس فورزیشتگ هم اینجا باز یه سیگنال خیلی خوبه با احتیاط بیاد اینور فهمیدید بیاد این ور پشت این برید مثلا خب اینجا چرا باید فاصله رعایت کنیم فاصله مثلا من اینجا هستم چرا فاصله هم باید از این بیشتر باشه ببینید که اینجا آب هست شپریتس واسه یه سیگنال میده یعنی میپره رو شیشتون شپریتس واسه هم میپره رو شیشتون دیزیخت دی یعنی سخت میکنه دیدو ممکنه سخت کنه به رو weil der Anhalteweg länger als bei trockener چون که وقتی ترمز مثلا میزنید طول ترمزتون بیشتر میشه نسبت به خیابونای خوش چون که گزینه هم میگه چون ممکنه عکس اولتون روی اینا روی این چیزای آبی که اینجا جمع شدن دیر بشه مثلا یه دفعه ببینید نبینیدشون برید توش یکم فاصله رایت کنید این هر سه باید درست باشه وقاف مسن زیش اینشتلن خودتون باید روی چی باید به چی باشه اینم که معلومه اینجا یه پیچ هست آ میگه حواستون باید به یه دونه وسیله نقلی باشه که پشت این کوروه باشه پشت این پیچ باشه این قیشتون این ای قیشتون این, ای این اون زره قیشتون مثلا اینجا هست داره یواش از اینجا میره ما یه دفعه تن بیای میذاریم پشتش این اینو میگه گگن فرکر میگه بازم سیگنال از اون ور ممکنه ماشین بیاد اینجا ما نبینیم بیاد مثلا تو پیچ پیچو ببره یعنی بیا از سمت یکم بیا سمت ما او ویلد وکسل مثلا ممکنه این پشت این کوروه پشت این پیچ حیوانات از اون ور دارن از خیابون رد میشن ویلد وکسل معمولا اینه که حیوانات مثلا روزا میرن طرفی که استراحت کنن شبا میان دنبال غذا از یه راه خاصی میان این ور از اون ور میان این ور اینو میگن ویلد وکسل اینم حتما درست چرا افراد پیر او... آبرای پیاده پیر نسبت به آبرای پیاده جوان در معرض خطر بیشتری قرار دارن توی ترافیک توی تردد این هم خیلی راحته ببین زیزن اون هرن افت شلشتا این که راحته میبینن و میشنون معمولا بدتر زیراییغن لانگزام هم ببین لانگزام اینجا ریاگیغن راگی... که این هم خیلی یعنی عکس العملشون کنتره زیشتزن دیگه شفیندیشگایت فون فارت سویگن فالش این یعنی اونا افراد پیر معمولا سرعت وسایل نقلیه رو بعد اشتباه تخمین میزنن مثلا سرعتشون خیلیه اونا فکر می‌کنن کمه چه چیزی ممکنه اپ کومون کومون یعنی از جاده خارج شدن چه چیزی میتونه منجر به خارج شدن از جاده بشه این شیش داره میگه هر سه درسته میدیش کات خستگی آب لنکونگ حواس پرتی حواستون یه موقع پرت بشه اون اوف مرگزام کات توجهی که همش منطقیه در واقع شما به بچه ها نزدیک میشید زی نرم زیش کیندر کیندر دی اوف گیوک شپیلن که توی اون پیاده رو جایی که آبر پیاده رد میشن دارن بازی میکنن بی موسن زیش چیکار کنید ببینید اینجا لانگ زام دقیقا این سیگنال خوبیه لانگ درسته بقیهش هم حالا ندونید که میدونید بغمز بغیت بلایبن یا زاین یعنی آماده ترمز باشید اون فرندرت یعنی بدون تغییر سیگنال غلط وای غلط نمیخواد بقیه بخونید هوپن غلط گفتیم ما و وای تفاقن هوپن بوغ بزنید پس اینجا سه تا سیگنال خیلی خوب داشتیم که درستی و غلطی رو مشخص میگه. لانگزام اون فرندرت هوپن جلوی فارسویتون جلوی وسیله نقلیتون فرار میکنن مقق غه چندین آهو چندین آهو میان توی خیابون حواستون باید به چی باشه روی چه چیز, چیز باید حساب کنید mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen. یعنی این چند تایی که اومدن رفتن دیگه چی نمیاد دیگه. دو سه تا دیگه پشت اینا نمیاد. این معمولا غلطه. چون یه حیوانات دو سه تاش که میرن ممکنه سه چهار تا دیگه بعدش بیان. با فاصله. Das Rudel kann zurückkommen. یعنی اون گله ممکنه برگرده. میتونه برگرده. اون خاص ارنویت و کوئرن. یعنی دوباره از خیابون رد شه. خب اینم درسته. این اولی نمیتونه باشه. Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen. یعنی دنبال گله ممکنه حیوانات تکی هم باشن مثلا یه گله میان رد میشن یکی دو تا جا مونده از تای گله داره بعدش میاد این هم درست اینجا کی اول میپیچه مثلا این یعنی میخوان بپیچن همشون سمت چپ هر سه تا کی درست جا گرفته این که درست جا نگرفته رفته روی بان اینم که رفته در واقع به اون سمت بپیچه این فقط درسته این وسطی در گلبه پیکاوه پیکاوه زرد نم که یه چیز حفظی باید بدونید چه فاصله رو باید پشت هالتش هالتش رایت کنید واسه پارک کردن هالتش اینه یه فاصله که باید پشتش فور اون هینتر جلوشو پشتش رعایت کنید واسه پارک کردن 15 متر هست 15 متر جواب درست چه چیزی را برای انتخاب سرعتتون باید به دیگه در نظر گرفتن فعل مهمی هست زشت اون وتر فرهلتنسه یعنی دید و اون وضعیت آب و هوا فاربان سوشتاند وضعیت وضعیت فاربان جاده چطوریه مثلا اون فرکرس فر نیست اون فرکرس فرهلتنس ترافیک چطوریه اینم درسته پرزنلیش فیش خودتون توانایی خودتون هم باید در نظر بگیرید که با این سرعت واقعا میتونید یا نمیتونید اینم مهمه اینو فکر کنم دیگه بتونید بزنید اینم یه دونه لینین بوس یه دونه بوس اونجا وای ساده، وارم بیکلیش ایس چی انگ شالتت میت انگ شالتت وارم بیک آن لاگه یعنی اون چهار های میزنه وی فر هالتن زیش این گگن فرکر یعنی شما از این ور دارید میای اون اتوبوسه از اون ور داره میاد وایساده چهار تاش روشنه اینو قبلا شکلش هم داشتیم اوف شریت گشفینیشکایت اب برمزن یعنی سر ترمز کنید که یواش بشید بیاید شریت گشفینیشکایت بعد به اون با اون سرعت حرکت کنید نو دان ببینید همین سیگنال میده غلطه نوادان میچید گشویندش کرد نه نه همیشه همیشه نوادان یعنی بعد از اینکه بعد از اون میتونید باشید که چینیش برید وقتی که فارگسته اون مسافرا اومدن تو خیابون یعنی اون موقع باید برید یعنی هنوز وقتی که مسافرا نیومدن چیدی چینیش نیاز, نیاز نیست این غلطه گشفینیش کاید بای به اینجا فعل بای به سیگنال هست یعنی نگه دارید همون چیزی که هست نگه دارید. اون فرندت فاقن وای تفاقن این هم میتونید به جاش پس به و سه سیگنال های غلطی میدن چه چیزی میتونه شون دورش از سایه شون من از سایه دورش به وسیله 20 درصد بار اضافه این تقتن رخ بده چه مشکلی حالا چه اتفاقی او به آنش فروخون در برمزن، یعنی ترمزا ممکنه بیش از حد ازشون کار کشیده بشه او یعنی ببینید یعنی اینجا معنی خوبی داره که بنی میبره بالاتر ترمزا باید بیشتر از حد بهشون فشار میاد در واقع اینطوری میتونیم معنی کنیم فرشلشت اون دس لنگ فر فرمون دادن به چپ یا راستتون فرشلشت خراب میشه بدتر میشه شلشت اینجا داری اینم درسته اینجا درسته شلشت شیدن آن تراگنن فارد یعنی آسیب میبینم اون بخشایی از ماشین که میخوان این بارو که بار تحمل میکنه مثلا شاسی این سه تاش باید درست باشه ببینیم ببینیم زیر گود این هم قبلا داشتیم شما توی یه دونه ترافیک هستید جلوتون آبر پیاده است چیکار میکنیم؟ مسلما او فیلیسن غلطه یعنی بریم روی خط آبر پیاده ببندیمش یا اونجایی که میرن رو ببندیم این کار هیچ وقت نمیکنیم او بوک فرای قبلا داشتیم سیگنال غلط او فیلیسن رشتیک چگونه ممکن است وقتی که رانندگی میکنید عین فرماید بار لرم بلستیگون یعنی یه کاری یه آلودگی صوتی که بتونیم پرهیز کنیم ازش یعنی اگه اون کار رو نکنیم آلودگی صوتی ایجاد نمیشه دور اون نوتیک شتارکس بشلوینیگن یعنی بی خودی بی خود و بی جهت بدون که نیاز باشه شتاب بدیم این درسته اینجا اگه این کارو نکنیم اگه این کارو نکنیم در واقع صدا کم میشه دوش فاقن میت نیدرگن سال با دنده پایین حرکت کنیم اگه با دنده پایین حرکت کنیم میتونیم لرم به گو یعنی سوالی که صوتی رو کم کنیم این غلطه دو شات هفته شال دنفا مثلا اون بخشایی که آیق صوتی دارن حالا بخشایی که مربوط به آیق صوتی هستن توی ماشین شال دمفا. شال دنفا اینجا سیگنال هست به سیگنال هست این دقیق سال درست نیست خب اینجا کی ولشس فرهالت نسخشتی مثلا اینجا فور فارت که ورن داره شما باید به دو چرخه دو اجازه عبور بدین ایش مصفارتن. اینجا چی این خیابون فور فارت داره بینید که این تابلو زرد لوزیه اونی که از جل... من میخوام بپیچم اونی که از جلو میاد به من تقدم داره پس این زودتر میره شتاسن بان زودتر میره تراکتوره باید وایسه چون من اینجا فور فورفارت... تو فور فارت هستم بان فور لا باید بذام 16 بان بره درستهشمکتور فور بایلسن. باید بذارم ترکتور بره نه ادار فور باناببیگن او نیست یعنی من میتونم قبل از این بپیچم اینم نه اینجا که این موتوریه بینید توی ها تا این خیاب اون پس و من اینجا چی هم باید آخر از همه برم می بینید اینجا رو فورفداریره یعنی اجازه حق تقدم نداری ت تقدم بددید Ich darf vor بلون blauen PKW fahren. Man قبل از این برم. نه این سمت راست منه. سوتر میره اینجا نوشته فور فارت گیور. Ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. باید بذارم رد Ich muss das Motorrad lassen. باید بذارم خب این علامت چیه؟ تعجب و این اسکی اینم که چیز خاصی نیست. باید اینو فقط خودتون همینجوری حفظ کنید و بدونید. هم چیزی هم ممکنه براتون پیش نیاد. این به این معنیه که وینتج اسپورت بتریبن وید یعنی توی اون فاروان داره مسابقات خیابون مسابقات زمستانی برگزار میشه این هم درسته بهش هم مسلما درسته آفتن فاربان شنی اون آیس اسکلت هرشت یعنی توی اون فاربان یخ و ایناست یخ و برف خب این چی میگه 100 متری خط فورفارد اینجا استاپ 100 متر بعد از 100 متر فورک داین استاپ شیلد این درسته بعد از 100 متر یه دونه استاپ وجود داره تابلو استاپ ist. بعد از 100 متر اینجا نوشته داس فر فرکرت سایشن این فک این فور فارت گیورن بعد از 100 متر دوباره تکرار میشه. خب اینجا هم چیزی نداریم اینجا. ناخ 100 متر کان اون آن سوالتن وایتر گفاهن بعد از 100 متر بدون اینکه بخواید وایسید میتونید برید. نه این نشون میده بعد از 100 متر استاپ دارید زودتر بهتون اطلاع داده.